شمارش معکوس و الان شروع شد داره استریم میشه. آها خب شمارش معکوس نداریم. خب سلام به همگی. بابا چت فعالی هم داریم، جوری شروع نشده گیم جمعه را ریختم و مشغول چتم. خب سلام به همگی، وقتتون بخیر، خسته نباشید، چهارشنبه عصرتون بخیر و قراره که دوره هم یه آخر هفته هیجان انگیزی رو سپری کنیم. من اومدم اینجا پای استریم اینقدرم که ما از جلسه و اینا اومدیم، من همینجوری داره نوتیفیکیشن میاد یادم رفتم چی به من، انشالله که تو استریم نمیاد. خب خیلی خوش اومدید به گلوبال گیم جم آنلاین سال 2021. و یه نکته جالبی که همین اول یادم میاد اینه که پارسال، خب ما هر سال الان فکر کنم چند ساله که پشت سرم، حالا نمیگم چند ساله به یه دلیلی نمیگم چند ساله که پشت سرم داریم گیم جم برگزار میکنیم که حالا بعد میفهمید دلیلش چیه، داریم گیم جم برگزار میکنیم توی آوا گیمز و همیشه همین تایم. پارسال حالا اونایی که بودن که یادشونه، حالا اونم که نبودن شاید دیده باشن، خیلی مفصل و تعداد زیادی جنگ گیم جمعه رو اومدن و دوره هم بودیم و بعد اونجا اینجوری شد که بعد که گیم جم تموم شد یه هفته بعدش گفتن که یه نفری کرونا گرفته و فکر کنم اینجوری بود که ما مثلا بعد از گلوبال گیم جم پارسال مثلا 10 روز بعدش اینجوری دیگه ما تو آوا گیمز یهو تعطیل کردیم و رفتیم خونه هامون و دیگه برنگشتیم سر کار و الان یه سال شد. یعنی گلوبال گیم جم قشنگ اینجوریه که واسه من اینجوریه که آخرین ایونت دوره همی حضوری که برگزار کردیم یه سال ازش گذشته. آره اون ایموجی های چت و اینا که دارم میبینم دقیقا منم هم همینجوریه. خلاصه که یه سال سریع گذشت و پر از پاندمی و بیماری و این چیزا، ولی خب یه اتفاق خوبی که افتادیم بود که بعد از اون رویدادی که پارسال داشتیم که خیلی هم خوش گذشت و خیلی هم خوب بود، یه اتفاق که افتادیم بود که یه کامیونیتی شکل گرفت که هستش تو همون گلوبال گیم جم پارسال انگار بسته شده بود که امین عزیز استارتش زد که اسمشو گذاشتن پرشن گیم جمرز که توی سرور دیسکورد شروع کردن به کار کردن بعد از اون ایونت و خب همینجوری رویداد داشتن و شلوغ و شلوغتر شد و الان یه جایی که خب یه عالمه بچه های گیمساز هستن و هفتگی دور همی دارن و امسال هم که دیگه اعلام کرد، در واقع خود گلوبال گیم جم اورگانایزیشن اعلام کرد که ما می‌خوایم به صورت آنلاین برگزار کنیم و خب پیشنهاد خودشون هم دیسکورد بود. کاری که کردیم بود که گفتیم با این سرور دیسکورد بچهای پرشن گیم جمرز هم با هم همکاری کنیم و گیم جم رو اینجا توی سرور پرشن گیم جمرز برگزار کنید که خب الان که حالا تو توییچیم، ولی بعدش که تموم شد در واقع این ویدیوهای افتتاحی و صحبتمون، دیگه همه با هم دیگه پا میشیم میریم توی دیسکورد و دیگه تو 48 ساعت آینده تو دیسکورد خواهیم بود. یه نکته که هست اینه که داشتیم فکر میکردیم قبل این ایونتی که خب الان تو توییچی ما داریم تو دیسکورد و فلان یه حرفا، کلن الان داستان همینه دیگه، داستان اینه که چون هممون دور کاریم این مهاجرت کردنه فکر کنم کار خیلی عادی شده دیگه، یه روز اینجا میریم اونجا و فکر کنم که این خیلی مهارت خوبیه که داشته باشیم همه توی این دورهه که بتونیم از یه عالم پلتفرم همزمان استفاده کنیم و بریم اینور بریم اونور. و ما پیش‌فرضمون اینه که بچه‌ها کسایی که میان تو دیسکورد خب آلردی با دیسکورد کار میکنن، چون اکثرا گیم سازا و گیمرها با دیسکورد آشنان، پیش‌فرضمون که دیسکورد بلدید و کار کردید و میدونید چه خبره، ولی خب اگه بلدم نیستید یا هر مشکلی هست به هر حال بیاید بپرسید، سعی می‌کنیم کمک کنیم. دیسکورد هم خودتون میدونید بگی نگید داره، یه توی سری آی اس پی چیز میخواد، وی پی ان میخواد، توی سرور اس پی ان نمیخواد، بعضی وقتا مثلا وی پی ان میزنی میری و مثلا میری توی جلسه صوتی میتونی وی پی ان تو قطع کنی، تکست نمیاد، نمیدونم صدات میاد، خلاصه اینا رو دیگه خلاصه با هم دوره هم باید منیج کنیم، کاری خیلی از دست ما بر نمیاد اینجا. خب این از این ایونتمون گلوبال گیم جمه که خب خبر دارید که چه جوریه، یه رویداد 48 ساعته بازی سازی. امسال دیگه تفاوت اصلی کرده، اول اینکه تمو گفتن، یعنی حالا اونایی که دنبال کردن شبکه اجتماعی خب احتمالاً تمو خبر دارن، تو همین سایبر خودمونم تمو لینکشو گذاشتیم، تمو اعلام کردن امسال به خاطر اینکه گفتن چون داره آنلاین برگزار میشه و یه ذره فرمتش با متفاوت باشه با سال قبل، تمو زودتر اعلام کردن. از اون ورم یه بازه 5 روزه ای رو اعلام کردن برای گلوبال گیم جم که حالا هر تو این بازه 5 روزه تیم‌ها هر جوری، یعنی سایت‌های مختلف هر جوری خواستن برگزار بکنن.
در واقع یه حق انتخابی وجود داره که مثلا میتونید مثلا یه سایتی بیاد توی این 5 روز مثلا 2 روز یا 2 روز نیمشو بذاره برای این داستان، که خب ما مطابق رسم خودمون توی آخر هفته خودمون تو ایران گذاشتیم. فکر کنم ما اولین سایتی هستیم که معمولا تو دنیا شروع می‌کنیم گلوبال گیم جمو، ولی امسال خلاصه تمو همه میدونن. حالا اگه میدونید تمو از قبل، که مثلا که نمیدونن تو چت الان متوجه شدم که یه سری بچه‌ها تمو نمیدونن، الان میگیم تمو. الان من که صحبتم تموم شد ویدئوی کینوتو میذاریم تمو، حالا اونایی که نمیدونن میفهمن. برای تیمیابی اونا نگران نباشید بچه‌ها، تیمیابی میکنید، فرم داریم توی همین کانال دیسکورد و چند تا فرم هست و میتونید برید دنبال تیم بگردید، یا اگه تیمی هستید نیرو کم دارید دنبالش بگردید. خب این از این. در مورد ریز جزئیات برنامه ها که چه اتفاقی میخواد بیفته تو این 48 ساعت آینده که پیش رو داریم، شادی از تیم آواگنز مفصل حرف میزنه براتون بعد از ویدیو، و یاسمن هم از سمت پرشن گیم جمرز راجع به خود دیسکورد و کانالایی که داریم و حالا چجوری استفاده کنیم و لینک های دیگه ای که به دردمون میخوره برای گیم جمرز صحبت میکنه. چیزی که من میخوام یادآوری کنم بچه ها اینه که الان که آنلاینه، خب اون شروع اشتیاق دور همیه رو نداریم واقعا. یعنی من همیشه ترسال توی موقع داشتم یه توی سالن کنفرانسی پشت یه تریبونی بودم و داشتم از چهره شما رو میدیدم، ولی خب امسال جوری نیست و این تو کل ایونت برقراره. به همین دلیل من خواهشی که دارم اینه که اگه میخوایم خوش بگذره بهمون، که پوینت اصلی گلوبال گیم جم اینه که میخوایم خوش بگذره و فان داشته باشیم، اینه که باید مشارکت کنید. یعنی در واقع الان اینجوریه که خب ما تمو اعلام میکنیم و یه حالا تموم میشه افتتاحیه و بعد دیگه کاری نداریم، یعنی هر کی میتونه بره پی کارش، ولی میتونیم کارو نکنیم. میتونیم تو سرور دیسکورد اون باشیم، تو چنل ها فعال باشیم، با هم بدوستون داشته باشیم، از چنل ها استفاده کنیم، شیر کنیم با هم کاری که میکنیم، و در واقع هرچی بیشتر خودتون، یعنی همه آدمایی که در واقع دارن تو گیم جام کار میکنن، هرچی بیشتر فعال باشیم بیشتر به اون خوش میگذره و بیشتر استفاده میکنیم از این دوره همیه مجازی که امیدوارم که بتونیم سالهای آینده دوباره حضورش کنیم. برای من اولین خواهشم اینه که تا جایی که راه داره بیایید و توی سرور فعال باشید، توی چنل ها فعال باشید، کاری که میکنید پیشرفتتون رو بیاد شیر کنید، اسکرین‌شات بذارید، ویدیو بذارید، اگه دوست دارید بیاد استریم کنید، مثلا توی چنلی بیاد استریم کنید روش بازی ساختنتون رو. بعد یک دو چنل گذاشتیم اونجا برای فان، مثلا بیاییم مثلا امانگاس کال بزنید، امانگاس مثلا بیاییم 10 نفر جمعشیم بریم امانگاس بازی کنیم، چند تا تیم شیم. یعنی هرچی بیشتر مثلا خودتون فعال باشید خب بیشتر خوش میگذره بهتون. اینو در نظر داشته باشید که خواهش اصلی من اینه، و خواهش دوم اینه که به هر حال برای خوشگذرونی، برای فان گیم جم، و خب بهتره که مراقب خودتون باشید، خیلی فشار نیارید رو خودتون و خیلی چیل و ریلکس برگزار کنید. برای ثبت، برای در واقع اینکه بازی که تموم شد توی مهلت 48 ساعته ما که میشه جمعه بعد از ظهر همین تایم، بازیتون رو که تموم شد بازیتون رو باید حتما توی در واقع سایت از طریق سایت آوا گیمز توی سایت گلوبال گیم جم سابمیت کنید. حالا این دوتا سایت که گفتم منظورم وبسایت آوا گیمز نیست، یعنی در وبسایت گلوبال گیم جم و سایتتون آوا گیمز باید برید انتخاب کنید اگه نکردید تا حالا. اگه نکردید که حتما برید تو سایت وبسایت گلوبال گیم جم ثبت نام کنید و سایت آوا گیمز رو به عنوان سایت جمعتون انتخاب بکنید، چون این پس فردا بسته میشه. یعنی درسته که تا یک شنبه وقت هست، 5 روز وقت هست، ولی تا پس فردا این بسته میشه. یعنی که تا پس فردا نتونید نرفته باشید تو وبسایت گلوبال گیم جام ثبت نام کنید، نمیتونید بازیتون رو سابمیت کنید. خواهش میکنم پس حتما توی امروز فردا برید حتما تو وبسایت گلوبال گیم جام ثبت نام بکنید و بازیتون هم تا یک شنبه وقت دارید سابمیت کنید. یعنی هیچ اجباری وجود نداره که تو بعد این 48 ساعت، یعنی جمعه بعد از ظهر، بازی رو سابمیت کنید. بهتره که بکنید بخاطر اینکه هفته تموم میشه شنبه بالاخره آدما میرن سر کار، ولی اگه دوست دارید میتونید شنبه هم کار کنید و یه شنبه سابمیت کنید توی وبسایت گلوبال گیم جم. امسال یه ذره آسون تره. بعد کالاف هم میزنیم، آره کالاف موبایل مثلا اگه باشه راحت میتونیم کالاف میزنیم. آره بچه ها فان رو استقبال کردن، خیلی خوشحالم که از فان استقبال شده. دیگه چیز دیگه ای نمونده، من نکته دیگه ای ندارم. امیدوارم که امسال خیلی خوش بگذره به همون. ما یه سری دوره همی هم خواهیم داشت که حالا میگیم تایمشو، و مسابقه هم خواهیم داشت که یه ذره هیجان انگیز بشه و فان قضیه بره بالا، که همینجا واستید، یعنی تمو که الان اعلام کردیم نرید، واستید مسابقه داریم و قراره که خوش بگذره. یه ساعت تحمل کنید بعد بپرید روی ساختن بازی و اینا. و
همین، من دیگه صحبتی دیگه ای ندارم. فعلا ویدئو رو با هم ببینیم، ویدئو کینوت گلوبال گیم جم که یه دوتا پیام ویدئوی کوتاه هست و اعلام تم هست و بعدش شادی و یاسمن دیتیل بیشتر برنامه رو براتون توضیح میدم و هست باشید همچنان که مسابقمون هم ببینید، دو جایزه هم داره مسابقمون. فعلا خداحافظ. Started with creating games using built-in construction kits that come preloaded with game logic, UI, and no-fuss multiplayer for the most popular genres. You can remix and mod an existing game for your friends or create a masterpiece from scratch. No coding is required. With the help of our online tutorials, you can make your first game in 10 minutes. When you're ready, your game will be instantly hosted on the core platform where it can be discovered and played by gamers around the world. Core also offers creators options to help them find an audience and even make money from their games. To get started creating games, go to coregames.com, register, download and install Core, and start your journey into game development with our free Core Academy courses. Hi everyone, my name is Kate Edwards and I'm the Executive Director of the Global Game Jam organization, and I would like to welcome you to the 2021 edition of Global Game Jam online this year.
You know, back in early 2020, when the pandemic was breaking out, we really wondered if we were even going to be able to have this event this year. And we debated it internally and we discussed it with the community. And honestly, it's you in the community that really drove us to find a solution and to pivot to the online format. And this is where we are today. We are actually holding this event, and the level of engagement and the level of support that we have seen from the community is just overwhelming. So thank you so much for being here, and thank you for being part of this event. I know it means a lot to a lot of you as much as it means to us in the organization. We're just so happy that we're able to run this event again this year with all the precautions that we've had to do and with all the shifting with the online format. Our hope is that you're going to enjoy this event just as much as you have any other year, despite the change in format. And let's hope that next year, 2022, we will actually be back on site with each other, seeing each other face to face, working shoulder to shoulder. But for now, I wish you a great jam, and for all the same jam rules that apply in terms of taking care of yourself and pacing yourself and getting enough rest, don't forget, even though it's virtual, those things are still very important. So welcome again, and thank you so much for being here. Oh, I'm sorry, I didn't see you there. Well, hello, friends. My name is Guy Blomberg, also known as Yug, and I'm here to tell you a story. A story from the garbage fire of a year that was 2020. Now, I used to run big events like PAX and EGX and Comic-Con, and you remember those things, right? Physical events. Well, when it became clear that they were very quickly going to be not a thing for quite some time, I realized the industry was going to need a way to quickly and easily connect in another meaningful way. So I created the Games Industry Gathering that replicates the vibe of being at a bar during a big gaming event where you can catch up with old friends and meet up with new colleagues, except in a much safer environment. Now, when I originally created this, it became clear I would need others to help me make it. So I reached out to friends from the US, the UK and Germany to help run it. I talked to a friend in Australia who built the Discord for it. I partnered with organizers of other events in Germany, South Africa, Sweden, Indonesia, China. I talked to people from diversity organizations like PRC and Play and Latinx in Gaming, Women in Games International, Queerly Represent Me, and a whole bunch of others about making sure that the space was inclusive, welcoming, and diverse. My point is, to truly create something great, you need to surround yourself with other talented people. And that might seem really difficult when it's hard to even meet up with other people in person at the moment. It's a very similar ethos to the Global Game Jam, though. Bring people with shared interests and passions together to collaborate and learn. And by doing it virtually, you may be surprised how a different perspective can create unique opportunities. So the Games Industry Gathering now has a membership of almost 3,000 gaming professionals from all around the world. And last year raised over $30,000 for the IGDA Foundation and their support of underrepresented developers. Now this virtual get together only happened because of the people who virtually got together to create it. So I wanted to wish you all the very best in creating. Hold on. I think people are coming back from their breakout. Oh, they're on mute. I'm sorry. So I just got the latest issue of the Go in. I don't know where he is. Don't go. Hello, everybody. Okay, you're all on mute. Sorry. Look, I just want to take this moment to before it even gets more chaotic to send you all back to your breakout rooms. But thank you all for joining, and for everyone from everyone at the gig and the GGJ organizers. We want to say to all those taking part in the Global Game Jam with friends, colleagues, and complete strangers, good luck. Good luck. Good luck. Have a good time. Thank you so much. Thank you.
خب تم رو هم که دیدیم تم باحالی هم هست و فکر کنم که همتون بتونین کلی ایده خوب و جذاب از توش داشته باشه.
من خودم رو معرفی کنم اول بهتون. من شادی هستم از مجموعه آوا گیمز و خیلی خوشحالم که گلوبال گیم جم امسال رو داریم با هم شروع میکنیم و واقعا امروز که داشتم لیست شرکت کننده ها رو نگاه میکردم متوجه شدم که ما تقریبا از تمام استانهای ایران شرکت کننده داریم و این خیلی برای من حس خوبی داشت. دوباره بهتون خوش آمد میگم. و حالا الان من برنامه این دو سه روز آینده گیم جم رو براتون میگم و یاسمن هم در ادامه اضافه میشه به جلسه و یه مقداری در مورد ویژگی های دیسکورد براتون توضیح میده. همونطوری که تاها گفت، ما برای این گیم جم یه مسابقه تدارک دیدیم و مسابقه‌مون هم از اوناست که باید سرعت عمل داشته باشین و سریع جواب بدین. برنده هم داریم، جایزه هم میدیم. به برنده یه گیفت کارت استیم جایزه میدیم. تو هر سه تا روز ما مسابقه رو برگزار میکنیم. یه جلسه گپ و گفت دور همی هم داریم که یه تعداد مهمون دعوت کردیم و در مورد خاطرات و تجربیات گیم جمعیشون میخوان صحبت کنن. بچه ها میگن که صدای من نکو داره. فکر کنم الان وقت خوب شده باشه. درسته؟ خب. جایزه خیلی خوبیه گیفت کارت استیم که چرا دوستش نداریم؟ اتفاقا بعد از این جلسه قرار بریم اولین قسمت مسابقه رو هم برگزار کنیم. حالا بذارین من کلا براتون بگم که برنامه زمان بندیمون تقریبا چطوریه. البته تو بخش اطلاع رسانی رویداد هم میذاریم. بعد از این جلسه ما میریم همه تو دیسکورد و اولین قسمت مسابقه رو برگزار و برنده خوشانس امشبمون رو مشخص میکنیم و بعدش دیگه ما امشب برنامه‌ای نداریم و حالا طبق صحبت‌های یاسمن شما میتونین از امکانات دیسکورد استفاده کنین برای تشکیل تیم یا ایده یابی. جلسه ما دور همی بعدی ما فردا هستش ساعت 12 که دیگه فکر کردیم ساعت خوبی و همه بعد از تا صبح بیدار موندن و ایده پردازی و اینا بیدار میشن ساعت 12 بالاخره و اون موقع میتونیم دور هم جمع بشیم و مسابقه دوممون رو برگزار و بعد دیگه باز ما کاری نداریم باهاتون، برین تونتون بازیاتون رو بسازین. ساعت 9 شب اون جلسه گپ و گفت و دور همیمونه که خب خیلی خوبه که همتون مشارکت کنید. به این ترتیب برنامه پنجشنبه تموم میشه و میریم واسه روز آخر رویداد که دیگه جمعه است. جمعه دوباره ساعت 12 که همه از خواب بیدار شدن، البته نه دیگه، این دفعه شما تا خود ساعت 12 از روز قبلش قطعا بیدار بودین و داشتین بازی میساختین. ساعت 12 برای رفع خستگی یه مسابقه داریم، دوباره آخرین مسابقه همون هستش و بعدش هم دیگه میریم آماده میشیم برای جلسه اختتامیه. اختتامیه همون چجوریه؟ ساعت 4 دور هم جمع میشیم و همه تیم هایی که موفق شدن بازیشون رو تکمیل بکنن در حد چند دقیقه فرصت دارن تا بازیشون رو به بقیه تیم ها معرفی بکنن و نشون بدن. خب این خیلی بخش جذابیه و همه هم دوست دارن بدونن که هم در واقع بقیه شرکت کننده ها چه ایده هایی داشتن و من واقعا امیدوارم که همه شما بتونین به در واقع بازیتون رو برای جلسه اختتامیه آماده بکنین، حتما تو جلسه اختتامیه شرکت کنین. حدودا یه دو ساعتی جلسه همون طول میکشه و من فکر میکنم که ما جمعه ساعت 6 بعد از ظهر، یعنی دیگه دقیقا بعد از 48 ساعت گلوبال گیم جم آوا گیمز رو در سال 2021 تموم میکنیم. شما رو به خدا میسپاریم. حالا همونطور که تاها گفت، البته فرصت دارید که گیمت تا دو روز بعدش سابمیت بکنید. این برنامه کلی گیم جمه و منم خیلی امیدوارم که به همتون خوش بگذره. اگر سوالی چیزی داشتید
از من میتونید بپرسید، همچنین از بچه هایی که تو بخش تو دیسکورد تو قسمت مدیریت سرور هستن سوالتون رو بپرسین. اگه در رابطه با آوا گیمز سوالی داشتین از خود من بپرسین، تا جایی که بتونیم سعی میکنیم کمکتون کنیم، توضیح بهتون بدیم و کار بکنین. حالا دوستانم اینجا دارن میگن که کامل استراحت کنین، فردا با انرژی باشید. آره اینم فکر خیلی خوبیه. و اگه کسی الان از من سوالی نداره، از یاسمن بخوایم که در مورد دیسکورد بیشتر توضیح بده بهمون. مسابقه رو میریم تو دیسکورد انجام میدیم، یه مسابقه چند سوالیه که هر کی که اطلاعات گیمیش بیشتر باشه و سرعت عملش هم بالاتر باشه برنده است. رده سنی برای این رویداد، همه کسایی که بازی میسازن دیگه میتونن شرکت بکنن. حالا فکر کنم دیگه از نوجوان به بالا داریم کسایی که 15-16 سالن و دارن بازی میسازن و فکر کنم اصلا ما تو شرکت کننده ها هم داریم، یکی دوتا شرکت کننده نوجوان داریم که خب اینم باعث خوشحالیه واقعا. بله دیگه دوستانم هستن 14 ساله، 49 ساله. یاسمن جان اگر شما آماده هستی لطفاً بیا و توضیحات دیسکورد رو هم بده که بعدش دیگه بریم تو خود دیسکورد. حتما، امیدوارم صدام درست باشه. خب سلام، من ویدیو رو قطع میکنم پس. اوکی. سلام، من یاسمنم، به نمایندگی از ادمینای سرور پرشین گیم جمرز اینجا. میخوام یه سری چیزها رو در مورد سرور بهتون توضیح بدم و یه سری حالا ابزارا و چیزایی که آماده کردیم که بتونین راحت تر تو گیم جم شرکت کنین تو بهتون بگم. خودم زیاد صحبتی ندارم، فقط یکم خود کانال پرشین گیم جمرز رو معرفی کنم. یه کانالیه که همونطور که توها گفت تقریبا یه سالیه که راه افتاده، توش هم یه سری رویدادایی داشتیم، بیشتر یه سری گپ‌های سعی کردیم خودمونی داشته باشیم با یه سری بازی‌سازا که اونا رو هم میتونین توی یوتیوبمون برین نگاه کنین. اگه کلا میخواین که بیشترین استفاده رو از کانال بکنین، بهترین کار اینه که هم یوتیوبمون رو هم توییچ رو مثل همین که الان هستین رو دنبال کنین و از اون مهمتر بیاین توی کانال سرور دیسکوردمون و فعال باشین. من بیشترین چیزی که میخوام بگم اینه که الان برای این رویداد چطوری باید از دیسکورد استفاده کنیم و صفحه‌مو میخوام استریم کنم. امیدوارم چیز اشتباهی اون پشت نباشه. اوکی. بعد از اینکه الان صفحه رو میبینید دیگه، یه لحظه من این ورش رو براتون سانسور کنم. خب وقتی که بیاین توی گروه شما اینو نمیبینین، چیزی که میبینین احتمالا یه تعداد کمتری سروره و کاری که باید بکنید اینه که اول از همه خب تو کانال خوش آمدگویی وقتی که میاین اینجا نشون داده میشه، بعدش فکر کنم اطلاع رسانی رو میبینیم، ولی اولین کاری که باید بکنید اینه که بیاین توی این سرور خوش آمدگویی و این تیک رو بزنید که نشون بده که شما این قوانین خود احتمالا باید بخونیدش و بعد این تیک رو بزنید. و بعدش باید بیاین توی کانال نقش گرفتن و اینجا حالا بسته به اینکه تخصص خودتون چیه یکی از این نقش‌ها رو انتخاب کنید. صدا میگید کم، من نمیدونم چطوری میشه، الان بهتر شد؟ خب امیدوارم حالا صدام بهتر بیاد. کلا اینو گفتم که از لینک هایی که آوا گیمز منتشر کرده میتونید استفاده کنید برای اینکه بیاین تو سرور پرشین گیم جمرز و کانالی که میبینید احتمالاً خیلی کوچیک‌تر از اینه، به خاطر اینکه اول باید بیاین این تیک رو اینجا بزنین و این چیزی که اینجا نوشته شده رو بخونین، بعد از بخش نقش گرفتن یکی از این نقشا رو انتخاب کنین، بسته به اینکه برنامه‌نویسین هر چی هستین. حالا اینجا فقط یکیشو میتونین انتخاب کنین، اگه چند تا هستین هم مهم نیست، هر کدوم که به نظرتون مناسب تره. این کمک میکنه که بقیه اونا که توی سرورم متوجه بشن که شما چه تخصصی دارین. بعد از اون وقتی که یکی از این نقش رو انتخاب کردین، به بخشای دیگه، به کانالای دیگه دسترسی پیدا میکنین که یه سری از این کانالا متنیه، تکست مثل این و یه سریاشون صوتیه که این پایین هستش. دونه دونه اینا رو حالا میتونم یه توضیح کوتاه بهتون بدم. اینجا مشخصه معمولا از بخش پشتیبانی رویداد پست گذاشته میشه، تو معرفی اعضا میتونید بیان خودتون معرفی کنین، بگین چیکارا کردین. تو بخش تشکیل تیم میتونید بیاین مثلا بگین من دنبال تیم میگردم یا تیم دارم، میخوام مثلا دنبال مثلا طراح بازی میگردم هر چی.
و حالا یه چیزی اینجا آماده کردم که اینم یکم دیگه توضیح میدم. توی گفتگوی عمومی میتونید که هر چی که دلتون میخواد بگین، تو گفتگوی گیم جم بهتره که چیزای گیم جم بگین. اتاق سرگرمی همون اتاقیه که خیلیاتون استقبال کردین ازش، اینجا میتونین بیاین مثلا بگین آقا من میخوام امانگاس بازی کنم، بعد مثلا فلان ساعت اینا دنبال هم بازی بگردین. تو بخش سوالای فنی، سوالای هنری، سوال طراحی میتونین بیاین سوالایی که مربوط به همون رشته هست رو بپرسین. بعد یه کاری که خیلی خوب بکنید اینه که اگه کاری مثلا بازی داریم میسازیم، بیاین یه سری اسکرین شات‌هاش اینجا با بقیه شیر کنین، هم از بقیه میتونین فیدبک بگیرین که حالا مثلا فیدبک‌های مثبت معمولا کلی انرژی میده بهتون که ادامه بدین، همین که میتونین بیاین کار بقیه رو ببینین، شما بهشون فیدبک بدین. بعد اگه حالا بازیتون به یه مرحله رسید یا منتشر شد هر چی، میتونین بیاین اینجا درخواست تست بدین، شاید حتی بازیتون مثلا مولتی پلیر مثلا چند نفر بازی کنم، میتونین اینجا بیاین بگین که آقا من مثلا یه پلیر میخوام، بیاین کمک هم کنید هر جور که دلتون میخواد، اینجا اشرف کنم برای تست کردن بازی خودتون. و اینجا هم حالا یه سری لینک های کاربردی، چیزایی که مفیده رو اینا رو میتونین شیر کنین، برای اینکه خیلی پخش و پلو نشه، اگه یه چیزی فهم کنین همه میتونن ازش استفاده کنن، بهتره که اینجا بذارینش. و اینکه در نهایت وقتی که بازیتون ساخته شد، لینک گلوبال گیم جمش رو، یعنی اون صفحه‌ای که سابمیت شما توش دیده میشه، بیاین اینجا شیر کنین. یه بخش مهم دیگه‌مون این کانالای صوتیه که همونطور که می‌بینید چند تا کانال داریم، که این سالن کنفرانس جاییه که قرار همین مسابقه هم الان برگزار بشه. اونجا جاهای دیگه این گپ‌های صوتی عمومی دیگه هم می‌تونید، هم تو مثل راهرو جاهای دیگه الان یکی انگار اینجا گیر کرده، می‌تونید برید اونجاها با بقیه صحبت کنین. اتاق جلسه ها دو نفر شدن، اتاق جلسه ها برای مثلا جلسه هایی که خودتون بین خودتون می‌خواید برگزار کنین، حالا اینو اینجا گذاشتیم که اگه هنوز حالا مثلا تیم نشدید، هنوز بر خودتون یه سرور نساختین، می‌تونید برید اینجا و میتونی مثلا اینجا تو تشکیل تیم بگی آقا فلانی بیا مثلا اتاق جلسه یک با هم دیگه صحبت کنیم، مثلا من بهتون بگم مثلا در مورد بازی صحبت کنیم، در مورد خودت صحبت کنیم، نمیدونم اینجا مثلا مصاحبه بذاری ترچی. جلوترش حالا من اینو نشون نمیدم چون من یه سری چیزا میبینم که شما نمیبینی، ولی جلوترش یه سری سرور داریم که برای فقط یه سری کانال داریم که فقط برای چیزای متفرقه از سرگرمیه، حالا مثلا نمیدونم عکس حیوانتون رو می‌خوایم بذارین، یه چیز بامزه می‌خوایم بذارین، اونا رو همه رو می‌تونین اونجا شیر کنین. من یکم چت رو نخوندم و نمیدونم که چی گفتین، حالا مثلا میگم همین براساس همین برنامه که داریم پیش برم. خب کانال و کلن سرور معرفی کردم. چیزی که میخوام بهتون بگم، کاری که خیلی خوبه همتون الان برین انجام بدین، اینه که بیاین توی این کانال تشکیل تیم و این دوتا لینکی که تقریبا آخرین لینک هایی که ارسال شدن و روشون بزنید و اطلاعات خودتون رو وارد کنین. اولیه یه دونه گوگل فرمه، این درسته دیگه، اولیه آره فرمه که وقتی که باز کنید شما همچین چیزی میبینین و اینجا میتونین اطلاعاتتون رو وارد کنین. حالا من وارد نمی کنم فقط برای اینکه اطلاعاتم نره توی اون لیستی که داریم، ولی اینجا اسمتون رو بنویسین، هر اسمی که میخواییم صداتون کنیم، حالا میتونه اسم مصورتون باشه هر چی. و این پایین آیدی دیسکوردتون رو باید بذارین که برای اینکه این کارو کنین فقط کافیه بیاین بذارین مشخصه، آره بیاین اینجا روی اسمتون کلیک کنین که هر بار کلیک کنین این کپی میشه، چند بار کلیک کنین هم استریک میزنه و درسته، آره اینجا بیاین پیستش کنین و تخصصتون رو بنویسین که بنویسین یا انتخاب کنید که حالا مثلا هر کدوم از اینا یا چند تا از اینا میتونین چند تاشون انتخاب کنین، بگید که با چه ابزارهایی بلدین، با چیا کار کردیم، مثلا یونیتی کار کردم و مثلا با فتوشاپ کار کردم یا حالا مثلا چیزای دیگه اگه هست اینجا میتونین لیست کنین. میتونین یکم در مورد خودتون بیشتر توضیح بدین یا اینکه مثلا دوست دارین چی کار بکنید تو این رویداد بنویسین، مثلا نمیدونم مثلا بگی من میخوام فقط خوش بگذره نمیدونم، یا میخوام خیلی چیل برگزارش کنم، یا اینکه هر چیز دیگه، یا مثلا من فقط و فقط برای نمیدونم سوئیچ بازی میسازم هر چی. بعد اینجا میتونید لینک بذارین از نمونه کاراتون که اگه مثلا RTC مثلا Art Station اینستاگرام هر جایی که کاراتون رو میتونید دنبال کنین بذارین، یا اینکه اگه تو itch.io مثلا گیم جمعی دیگه شرکت کردین هر چی فرقی فکر می‌کنین نمونه کاراتون بهتر پیدا میشه اونجا، این لینک رو میتونید اینجا بذارین، مثلا ممکنه سایت خودتون باشه هر چی. و وقتی که سابمیت رو بزنید یه صفحه میبینین که حالا بهتون میگه که اطلاعاتتون وارد شد و یه لینک میبینین که همین لینک است که حالا از اینجا میتونید بهش دسترسی داشته باشین، که لیست اون کسایی که اطلاعاتشون رو تو این فرم وارد کردن میتونین نگاه کنین که همون موقع آپدیت میشه، الان مثلا خود شما هم اینجا اطلاعاتتون وارد کنین این تای این لیست وارد میشه اطلاعاتتون. اینجا میتونین اسم بقیه اون کسایی که دنبال هم تیم میگردن رو ببینید، آیدی دیسکوردشون رو ببینین که اگه میخواین باهاشون در ارتباط باشین، تخصصشون همون چیزایی که اون وارد کردین اینجا میتونین ببینین. بعد
اینجا میتونید حالا بیاین برای خودتون هم آپدیت کنین که اگه تیم پیدا کردین مثلا بنویسین تیم دارم و حالا اسم تیمتون رو این جلو بنویسین که اگه یکی دیگه خواست مثلا باهاتون در ارتباط باشه مثلا بگه میشه منم بیام تو تیمتون بتونین این کار بکنین یا مثلا بفهمه که مثلا این سه نفر هم تیمین. اگه اسم تیمم ندارین اوکی خیلی لازم نیست، همونجوری که شاید گفتیم از این بتونین استفاده کنین، این بخشو گذاشتیم و اینکه این تیکا رو شما نمیتونین ادیت کنین، این چند تا ستونی که اینجا هست ولی این تیکر رو میتونین ادیت کنین. پس اگه مثلا حسین تیم پیدا کرد میتونه بیاد اینجا بگه که من تیم دارم که دیگه هی بهش پیام ندن که آقا ما طراح بازی میخوایم مثلا بیا به ما به تیم ملحق شو. این از این. پس اولین کاری که بعد از اون کار دیگه که گفتم انجام بدید اینه که بیاین تو اینجا فرمو پر کنید و حالا میتونین لیست هم نگاه کنید. غیر از اون هم میتونید همینجا هم بیاین حالا پیام بدید آقا من فلان کشکم دنبال مثلا یه هم تیمی میگردم، فلان تخصصو دارم یا فلان جور بازی میخوام بسازم، هرچی. کلا خیلی سختی نیستیم تو این که چطوری میخواین از سرور استفاده کنید، فقط پاک میکنیم اگه چیز نامناسب باشه. این از این. یه چیز دیگه که آماده کردیم که الان خوبه بهش اشاره کنیم که هنوز لینکشو نذاشتیم تو سرور ولی به زودی میذاریم، یه چیزیه به اسم گدر که در واقع یه فضای مجازیه که هر کس میتونه بهش جوین بشه. حالا اگه لینکشو داشته باشین شما میتونین بیاین اینجا، الان این آواتار من، این کاراکتر منه، دارم با کیبوردم حرکتش میدم و اگه بقیه باشن اینه مثلا یه بازی MMO بقیه هم اینجا میبینید آواتارشون دارن حرکت میکنن و اگه مثلا نزدیک هم برید، اگه که حالا مثلا این دوربینتون رو بهش دسترسی داده باشین و میکروفونتون اینا، میتونین با هم دیگه صحبت کنین. خیلی امکانات مختلفی داره که حالا احتمالاً تو اون پستی که بذاریم و لینکش رو بذاریم یکم بیشتر توضیح میدیم. مثلا حتی میتونین برین اینجا بازی کنین که نزدیکش که برین ایکس رو که بزنید حالا اون سفر وا میکنه. یه سری بورد داره، یه سری امکانات مختلف داره که برای اینکه چون الان که از هم دوریم یکم بیشتر حس اینو داشته باشیم که کنار همیم و اینا، چیز جالبی. کلاً الان هم دو تا اتاق داره، یکی همین اتاق است که اتاق آوا گیمز، سالن آوا گیمز یا هر چی، و فضای بیرونش پارک تخصصی آوا گیمز اختصاصی و هیچی. اینجا خیلی خبر خاصی نیست، اینجا میتونید برید با هم دیگه بگردید، برید هواخوری، الان که نمیتونید بریم بیرون اینجا میتونید بریم بیرون. اینجا یه سری بورد بودش که من فکر کنم بهتر بازش نکنم چون توی یه تستی ما اینا رو ادیت کردیم، نمیدونم الان باز کنم تو چیه، ولی جلو هر کدوم از اینا اگه برین ایکس رو بزنین باز میشه و میتونین مثلا میتونین هر چیزی که میخواین بکشین و بقیه ببینن. آها راستی الان تاها مثل این که جوین شده، حالا بعد پیداش کنیم. نمیدونم آینا سلام تو دوربینم روشن کنم ببینم میشه، نمیدونم بهش دستش دادم یا نه، فکر نکنم. اوکی آره اگه برید طرف یه نفر این بالا مثلا عکسشون رو اگه وبکمشون روشن باشه وبکمشون میبینیم، میتونین صحبت کنیم، مثلا میتونین بگین بیاین بریم حالا مثلا اینجا اینا داشت آپدیت میشد سلام. آره میتونین مثلا اینجا هم تیمیاتون اگه راحت ترین اینجا میتونین پیدا کنین. این از گدر که حالا باز میگم اطلاعات بیشتر رو لینک و ایناشو همه میذاریم. من نمیدونم چرا بر من روشن نمیشه، فکر کنم همین بود دیگه. میخوایم بریم دوباره تو دیسکورد آره. و اگه چیزی هست، اگر اولا سوال داریم بپرسیم من ببینم میتونم جواب بدم، اگر نه دیگه باید بریم فکر کنم سراغ مسابقه. کام شادی بهتر میدونه. نه من برم نه مثل. اگه سوالی بودم که کلا تو همین سرور میتونیم بپرسیم دیگه، هر جا که فکر کردیم مناسبه برای سوال بپرسین ما هستیم جواب میدیم. باشه من هستم، گیم جم خوبی داشته باشین، خوش بگذره به همه. بله. مرسی یاسمن، خیلی توضیحاتت خوب و کامل و کافی بود، ولی اگه کسی سوالی داره هم باز بپرسه، ما تا جایی که بتونیم سعی میکنیم که راهنمایی کنیم. بچه ها یه چیزی فقط در مورد اسماتون تو دیسکورد من بگم که حتما طبق قوانین دیسکورد نامگذاری کنین، مخصوصا که تو مسابقه که شرکت میکنیم بعدا اگه برندشین بر اساس اسم دیسکوردتون ما میتونیم توی بازی و تو مسابقه شما رو پیدا کنیم و جایزتون رو بهتون بدیم. به خاطر همین تا جایی که میشه اسماتون رو دقت کنین که درست و طبق قوانین گروه تغییر بدین. یه چند دقیقه هم میتونیم صبر کنیم تا همه اسماتون رو اصلاح کنین و بعدش مسابقه رو شروع کنیم.
فکر کنم اینجا الان دیگه صحبتی نباشه. نمیدونم اگر که تاها یا بقیه بچه ها که پشت صحنه هستن، بچه های پرشن گیم جمرز، اگر صحبتی چیزی هست در واقع بگین، اگر نه بریم تو اتاق کنفرانس دیسکورد پرشن گیم جمرز. آره بچه ها، این تیک سبزم یه تیک خیلی کوچولویه پایین پیام خوش آمدگویی، یه کمی سخته دیدنش، خیلی کوچولوه، اونو حتما بزنید. الان همه بیان تو همون پس دیسکورد تو کانال کنفرانس سورس اتاق کنفرانس. آره همه تون بیان تو اتاق کنفرانس. قوانینم اسمش قوانینه دیگه، اینم استریم میکنیم درسته، بازی هم همه رو استریم میکنیم. اگر که بخوایم میتونین اینجا هم شرکت کنیم، ولی بهتره که اینجا باشیم. سلام چطوری؟ سلام شیت داره استریم میشه آقا. سلام شیت شونات استرمجه باید فهمید چرا؟ شونات استرمجه باید فهمید. سلام شت. به نام خدا. سلام شت. هیدیو کوجیما هستم، 48 ساله از کرج. سلام شت. سلام. به لیمیتش نرسه. الان چند نفریم؟ لیمیت 90 نفر حدودا بودیم. یه نفر داره اکو میکنه اینو، مشکلش چیه؟ چه لطفا خودتون رو میوت کنیم. حالا الان ما سفر رو شیر میکنیم که مسابقه رو بخواییم شروع کنیم که اون وسط صدا دوباره اکونش. خب از بچه های پرشن گیم جمرز اگر که اسما رو یه بررسی بکنید که اگه درسته بعد کم کم بریم سراغ مسابقه. اسم بچه ها؟ آره یه سری اسم خودشون نیستش فکر کنم، بهتر اگه میشه عوض کنین، چون برای مسابقه باید با اسماتون شرکت کنین که ما بتونیم تشخیص بدیم که کی برنده شد. بازم میشه خانم بسته از پای دیفاز نباز. سلام کلن لطفا خودتون رو میوت کنیم وقتی صحبت نمی کنیم. هم بخش فکر کنم بشه جلسه رو برو حالتی که پشت تاریک بشه. شادی کی استریم کنه بازی رو؟ من نبودم که. نه من هستم. الان اسکرین هم رو شیر میکنم که همه بتونن بازی رو ببینن. چند لحظه صبر کنید. میخوای صادق لینک این سرور رو یه بار دیگه تو چت هم بفرست؟ من اگه پیداش کنم میفرستم. خب
سلام. بچه ها اسکرین منو میتونین ببینین؟ یس. خب. اومد. خب همونطور که میبینین اینجا یه سایتی هست kahoot.it. تو براوزرتون اینو وارد کنین و بعد این پینو ثبت بکنین و یه اسم هم برای خودتون انتخاب کنین. منم میتونم شرکت کنم. من شرکت میکنم گمراهش میکنم. حتی توصیه میکنم که با موبایل این کارو بکنید چون سرعت عمل میخواد، یعنی چون تو بروزره اگه میخواید سویجا حداقل دو تا مانیتور دارید، یعنی این صفحه و اون بروزرتون رو در آن واحد بتونید ببینید که سرعت عملتون کم نشه. در واقع اینجا رو لپتاپتون این صفحه‌ای که من شیر کردم رو ببینید، تو گوشیتون برید تو kahoot.it و کد وارد کنید. خب پس ساب کنید. ما یه چند دقیقه ساب میکنیم تا همه بتونن. من پینو میزنم، نمیدونم چرا اسمم نشو. آها یه دفعه همش آپدیت شد. من معذرت میخوام دیر رسیدم، اینجا کجا باید بیام؟ تو براوزر موبایلت kahoot.it رو بزن و بعد این پین کدی که اینجا هست رو وارد کن توش. بچه ها اسمی که اینجا میذارین سعی کنین با اسم دیسکوردتون یکی باشه، یادتون نره. الان واسه ما یه صفحه سبزه، درسته؟ آره. اسمتو وارد کردی؟ یه آره. ولی آره اسمتو رو که وارد میکنی می نویسته یه صفحه سبزی میاد، می نویسته your in و اون اگه این شکلیه باید تب کنید که بچه ها همه اسمشون رو بذارن و جوینشن که بعد مسابقه رو استارت کنید. فعلا باید منتظر شما. اسکرینی که من شیر کردم و اگه ببینین اسمتون میاد اینجا، در واقع شما الان اینجا این اسکرین من. من وارد شدم فقط، حالا وقتی همه اومدن چیکار باید بکنیم؟ آره هنوز مسابقه شروع نشده. کلن هم مسابقه اینطوریه که ما یه سوال میپرسیم که دوتا جواب داره، جواب درست رو شما باید روی گوشیتون انتخاب کنید. سوال رو روی اسکرینی که من شیر کردم میبینین، جواب رو رو گوشیتون انتخاب میکنین. حدود 70-80 نفر، 90 نفر توی توییچ داشتن میدیدن، بعد الان حدود 54 نفر اومدن توی مسابقه و حدود 44 نفر توی توییچ نمیبینن. قشنگ ریزشش کاملا احساس شد. ریتنشن روز یکمون پایینه متاسفانه. آره ریتنشنمون خیلی پایینه. شایدم من تصویرتون رو از توییچ دارم، بقیه رو با گوشیم. ترجیحاً این تصویر این مسابقه رو از تو همین دیسکورد تماشا کن چون توییچ لگ داره و این مسابقه سرعت عمل میخواد. متاسفانه دیسکورد کامپیوترم تو گروه صدا نمیده. البته سوال و اینا رو فکر کنم خب رو گوشی میبینید دیگه، یعنی اگه سفر نه سوال رو گوشی نمیبینید. نه سوال رو گوشی نیست، فقط دکمه‌ای جواب هست. کی بوده برنامه‌نویس این سوال تو گوشی نمیاد؟ سرچ کنید. این پوینتش اینه که دوره هم همینجوری جمع شیم که بازی کنیم. خب آها اینجا وقتیه که باگ میشه یه فیچر. آره مشکلش اینه که یوزرنیمی که تو لپتاپ زدی و دیگه نمیتونی تو چیز داشته باشی.
چند تا شرکت نکنی. نه یعنی از لپتاپم که لاگ اوت میکنه دیگه اون یوزرنیمو به گوشیت نمیده. آره منم یه بار اسممو یه چیز دیگه وارد کردم، وارد نشد، مجبور شدم دوباره بیام و نمیذاره اسم خودمو بزنم. آلت و تب میکنیم دیگه. خب فکر کنم دیگه شروع کنیم، یعنی هر کی فکر کنم میخواست بیاد اومده دیگه. کسی هست که هنوز درگیر جوین شدن باشه تو این سرور دیسکورد؟ دقیقاً الان یه نفر اومد. The boss in chief. سب بشه. سب کنید سب نفر بشه. وسطش هم بازم میتونن بیان. تو کد و اینا هم گوشه صفحه هست. آره دیگه خب. امتیازشون کمتر میشه. تانس برنده شدنشون میاد پایین. باز هم اومد دیگه فکر کنم. گیف کاردش چقدر حالا اینقدر انرژی میداریم میداریم ما؟ چی باشم؟ گیف کاردش $2 باشه شرکت نمی کنی؟ نه دیگه واقعا حداقل باید $3 باشه. خب بسیار عالی باشه. همین که شما گفتی رو ما دیگه امروز که نشد، امروز یه چیز دیگه تدارک دیدیم، ولی فردا همین $3 که به مزایده میذاریم. حالا قرار بود $30 بدن به خاطر حرف این. ایوه بچه ها من $27 دیگر رو خودم بهتون میدم، بیاید توی این یکی کانال پایینی متفاوت رو من برگذارم. یه نفر دیگه بچه ها، یه نفر دیگه مونده. یه نفر بیاد حرکت. آره یه نفر جا داریم. خودم الان یه کانال دیگه میسازم. یه نفر رفت. به نظرم برگفت تموم کنیم، شروع کنیم. چند نفر باید بشه؟ 55. منم به نظرم شروع کنیم دیگه. خب بچه ها من الان شروع میکنم. یادتون نره سوال رو صفحه هست و جواباش رو گوشیتونه. سرعت عملا مهمه ها، یعنی وقت ندارید بهت گوگل کنید جواب سوال رو. آره گوگل کنده. احسنت. 60 نفر شدیم. 20 کانکت دیگه بریم. من دستم سریه. بچه ها رفتیم. 1 2 3 نمیشه سوالم بخونید برامون؟ چشم. بعضیش عکسه، عکس رو نمیتونیم تعریف کنیم. کدوم اول اومد؟ مشخصه دیگه. بحبه بحبه بحبه. خب ببینیم کی از همه زودتر جواب داده. مو معتزدی. 20 تا سوال. سوال بعد 20 تا سواله. کدوم اول اومد دوباره؟ بابا من داشتم سوال رو نگاه میکردم. سوال بچه ها بالای صفحه همیشه نوشته شده، یعنی اگر نخوندینم دوباره تو صفحه جواب بالای صفحه هست. بچه ها گفتید نیست. 2 1 تمام. 50% شانس داره دیگه، همیشه بزنید یکیشو. نفر اول دوباره. امتیاز منفی که نداره خب. آره یه چیزی. آره دیگه. ولی فکر کنید بزنید خیلی شانسش میشه. خب. سوال اگه بگی خوبه، من گوشی رو نگاه کنم حتی. معتزدی، اشکان، امیرعباس، 3 نفر اول. سوال رو نخونید ولی دیگه الان دیگه راه افتادید، سوال رو خودتون بخونید. آره ما اصلا اولش سوال آسون گذاشته بود. به به همه بلدن، همه دارن تونتون جواب میدن. 20 همینه؟ آره دیگه همین دمپایی هست. تمام. $3 میخواید بگیرید دیگه، چه انتظاری دارید؟ خور میزنید. تو گوشی من اون اسم ایکس باکس اینا رو نمی نویسه. آره دیگه رو گوشی باید به اساس رنگ باز انتخاب کنید. یه آبی داره یه قرمز. اگه آبی یه جوابه با قرمزه رو بزنی. اون تیکه بخش هوش سواله میشه. نه که نفهمیدیم همینجور میزنیم.
نه اگه آبی جوابه رو گوشیتونم بعد آبی رو بزنید. گمراه نکن بچه ها رو. این نفر اوله احتمالا که داره گمراهتون میکنه. نه من نیستم. من ساکتم. نه من نفر اول حرف نمیزنه احتمالا تمرکز کرده. بعد حواس نفر اول رو پرت کنیم پس. ای بابا بهمون متلک میندازی های رسولی ببخشید. بابا شانسی دارم رو جدی نگیرید. آقا یک توتویش داره جواب میده. سه دو توتویش 30 ثانیه تاخیر داره نگرانم. سوال من بر اساس اون دارم میزنم. اینو از ویدیو صادق تقلب کردم. مرسی صادق جان. خب جابجا شد. جدول جابجا شد. خیلی هم آقای معتزدی سوالا رو داشته. مهرو ارغوان سجاد علی رو. هیچ کی سوالا رو نداشته. پس لابد اینترنتش ایرانی نیست. کلا امتیازا خیلی نزدیکه به هم. سرعت عمل الان مهمه. ببینم چقدر آوا گیمز رو میشناسین. ببینم. اینو من نزدیک بود جوابشو بدید. یعنی نگیم پنجه؟ تمام. خب ببینیم که بابا امیر اومد بالا، ارغوان رفت یو سپهر رفت بالا. خب سوال سخت بعدی. خدا وکیلی وقتی 5 ساله داره برگزار میکنه 3 سالشه. این چیه؟ این برای اینه که ببینیم بقیه حواسشون چقدر جمعه. حالا ببین الان میبینی واقعا 3 سالشه مثلا. ببین 4 نفر فکر کردن 3 سالشه. این برای اینا رندوم جواب بدن این شه. آره ما میخواستیم این آسون باشه. شما بالاخره سخت نگذارید. توتوریال دیگه، توتوریال آسونه. آره اوه نفر اول آقا کارتون زشت بود توی این مرحله. من همه جوابام درسته اول نیستم. چه ضعف داره زشتیه. آره حواستون باشه. صورت هم باشه. بریم. یک دو سه. من اینترنتم تو ایرانه به خاطر این کن. من اصلا گوشیم باگه. نه سوالو میتونم تشخیص بدم نه خواه. همه بلدن بابا. بلد نیستن همه دارن رندوم میزنن. خدا رندومه. حالا امروز دو گزینه‌ایه، فردا 4 گزینه‌ای میشه دیگه. رندوم خیلی استراتژی مستری نخواهد. رندوم همیشه بهترین استراتژیه. اونجا بعد 24. بله. خب، الان ببینیم لیدر بورد چه. قطعا زن بود. خب. به اوج برگشت. این نزدیک میشه. امیر خاوری اومد سوم. رقابت نزدیکه بینه. بچه ها سوال 8. سوال آسون واقعا. بچه ها هرچی 3 و 5 جواب 5 درسته. به نظرم طرفدار پرسپولیس همه قرمزا رو بذارن مثل لحظه رو بذارن دیگه. بلاخره من یه استراتژیه. بچه همه راه نمایی شدین. این نفر اول بود فکر کنم داشت میگفت. نه من امیر خاوری هم. من که سر هر سوال نمک میریزم. امیر الان رفت از دیده بود بیرون. حواس پرد شد پس من نمیبینم. جایزه ندین. صادق زن شما خیلی با شدت ببینه. منم هستم. من خوب جواب نمیدم. استریکش امتیازاش بیشتر میشه؟ آقا این که قبول نیست برگزار سوال اومده ولی برای من هنوز جواب نیومده جواب بدم. من دیگه جواب. خب بریم بعدی. بریم سوال بعدی. صادق و یا سوال نظر جواب ندید. جواب میدم دیر جواب. آره دیگه. من تا کندی کراش داریم. بچه ها تویش تأخیر داره قبول نیست. خب با تویش نگاه نکن. تو دیسکورد نگاه کن. بچه ها رفتیم بعدی. دیسکورد بوده. هزار اول الان. دیسکورد فوله نمیشه اومد. شاید با آن ریل میسازیم ما. اشتباه. مهم نی بازیه.
ما الان نباید در حال ساخت بازی بود. آقا نکته نرافی داره، سوال قرمز، جواب قرمز. جواب قرمز بود؟ اون یکی گروه هم باید میزنید 2003. دیدی هر وقت 5 داره جواب 5ه؟ اونو که غلط گفتی قبلی رو استری که مرد داری. آره مال خودم هم خراب شد متاسفم. Next. من میذارم جواب به سیتا که میرسه جواب میدم. من تو هیچ میبینم، تو لودینگ من جواب میدم. سوال ندیده. همه‌اش هم درست بوده تا الان. به نظرم هر دفعه یه آبی رو بزنید یا قرمه. نه. بعضی وقتا سبز رو بزنید. آه چقدر نزدیک بودین. ای وای من خیلی دیر جواب دادم. چرا دوم شد؟ من همیشه به نظرم که جواب دادم. من شدم 33. یعنی عرش به فرش رفتم. من بس کنم بازی. نه خانم یاسمن بدین من پر میکنم. نفر اول. نفر اول نیست دیگه. کلا نفر اول. آره یاس همین که بلده بازی رو من بسم. نیکس کن برو بازی رو بس. ای بابا یاس همین نیمت گروه اون خط تیره خیلی فیلماش خوبه. برید همین الان یه کانال بزنید اسمش همین بزنید حداقل ام اس سی چی نمیذاشتید اینو اگه فالو نکنید امتیازشو نمیگیرید. اونایی که آبی جواب بدن همی الان حذف میشن. حالا یه روزای دیگه همونو از اینجا در بیاری. 6 نفر. هک گوشیاتون هک میشه. 32 نفر اول برن بازیاشون ببندن. 6 نفر چی فکر کردن؟ یا من هفتم شدم. فکر کنم استریمو نمیبینن فقط میزنن. بچا آی پی این آقای معتزدی رو میدید بهش دیداس بزنی؟ نیست که دیگه الان. چرا؟ نزدیک شد دوباره اومد. اومد دوباره تو 5 تا. آره. آی پی میخواید چیکار چیکار کنید دقیقاً؟ این سوال واقعا متن شیراب داره. یعنی چی بیشتره روند کدوم بازی؟ خب برای اینکه یه ذره سخت باشه خوندنش دیگه. شاید هم بیشتر روند ایرانی نگاه نمی‌کنی. بیا آقا یوتیوب ایرانی مال 2 دقیقه پیش بود الان یه جو دیگه ای من دیلی هم من همچون شانسی میزم سوال قبلی رو میبینم سوال بعدی رو جواب میدم درست در میان بیشتر سالهای آواگی چند اتفاقا 35 شدم 33 خوب داره پیش میره خدای ایزی سوالاتو باشه آخه ایزی بودنش که فرقی نداره وقتی آخر چی؟ آره دقیقا نکتهش همینه سرعت عمل چی پس؟ چقدر نزدیک چقدر آسون بود این واقعا معلوم بود دیگه هیدیس اصلا خب لیگ شرطی چه تغییری کرد لیدر بورد یوهو دوتا شرطی دو نفر دوتا میزنم دوتا شرطی میزنی؟ آره یه وینک به شادو فاین خب آن ریلیه بیان جلو نه نمیزنم دیگه و نه لیگ ولی شرطی میزنم لیگ من بازی نمیکنم لیگ مال دوتا اه؟ آره من حرفی برای گفت شادو شمن شاردش خیلی قویه تو دوتا همه گزینه ها رو جا به جا پر کردم آفرین دوتا دو هم میزن دوتا سه اومده دیگه دوتا دو بازی نمی کنه اوه 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 محمد بغدادی اومده بالا حد شدم من بوری با یونیتی ساخته شده خب این بعدی بریم اون آنریل بینش بیشتر بایستیم نمک بریم آخر آخر بازی کنید بابا این چیه داریم فقط میزنیم قرمز آبی رو خب بفرمایید بیرون شما آره من میخوام اینجا جایزه بگیریم نه من چه دلار هم که بیشتر نمیگیره ببینم آخرش چقدر جایزه داره سوال آخر نمیشه منتقلش کنیم روی پلی استیشن بچه من تاق میزنم اگه بردم I'm back خب
آه امین غفینیا، علی راد، محمود و محمد بغدادی و 2000. حالا آقای بای 2000 جایزه نمیگیره دیگه، چون اسمش مشخص نیست کیه. ما به تو میکنیم. فقط نفر اول جایزه داره؟ فقط نفر اول جایزه داره. من فکر کردم 35 هم میگیره جایزه یه دونه. ببینم بازیای ایرانی رو چقدر بلدی؟ تا حالا نشنیدم. آیا رسولی جانم. اگه راست میگی شورواجه بپرس از بچه ها اینجا. آره راست میگی، بذار برای فردا پس فردا شورواجه بیارم. اسمش ارسطوه، عکسش همین کچله نبودا، خیلی هم خوشتیپ ساختنش بچه های پاریزان. حالی حالا من فکر کردم بازی زولا ایرانیه، خوشحال بودم، آخر فهمیدم ترکیه. شرکت منتشر کنندش ترکیه، تو تیمش ایرانی داره. شرکت منتشر کنندش ایرانیه، همون دیگه، منم همین رو گفتم دیگه. تو همه منتظرن که آریبای 2000 یه اشتباه بکنه. آره باب نگاه الان اومدیم اون طرف باشیم اینجا چند تا سوال مونده؟ سه تا سال آخر رو داریم نزدیک میشیم. مال گاوشگاه این شه بچه. 31 شدم. آریبا 2000 همچنان امتیازش هم ثابته، کسی بهش نمیرسه دیگه. هر گلی سرزدین به سر خودتون زدین. سه تا سال آخر علی راد خیلی نزدیکه. کی بود میگفت سه تا پنج تا اینا؟ منم پنج سه سه و پنج. حالا بگو من زدم سه. ولی خیلی حال دارید به مدریش ولی ها به استودیوهای کوچی حال ندادید اصلا. بالا پاییزان و باراش بودن و مدریک نبود بالاخره. چرا دیگه سه بار اسمش بود؟ حال ندادید استودیوهای کوچی هم حال میدیم. حالا اسماش میدونین چیه؟ اسم این پنج تا بازی؟ گل مراد. گل مراد بلدی دیگه. درباره گلی دوتا گل خان مال یه استودیو دیگه است. اون نمیشه گل خان مال اینا نیست. نه گل پری، گل شیفته، گل بهار. خیلی به گل علاقه دارم. تو خیابون شادمهر زندگی میکنم. اسم یه بازی شادمهر همه یه کوچه‌هاش اسمش گل داره. علی را خب بریم بعدی. سال 18-19 برمز. یعنی تا بگی و بقیه بشنون و بزنن اینقدر لگ میفته که دیگه اون امتیاز رو میگیم. گمراه کرد خیلی ها متاسفم. خیلی آرگوم الان بهتون میگم. الان بهتون میگم چند تا جلو افتادم. از 31 دومی هم چند شدم. این شایین بلدی جدید اومده. واه در آخرین لحظات علی گرفت. علی شانسی افتند. خیلی هم جدیه. اینو تقسیم کنید بین 20 نفر اول. 18 هم شدم من. من از 31 هم شدم 18 هم. آفرین. نفذاتی اول بودم رفتم سی هم. من از پنجم شدم 19 هم. خب سوال آخره. اینقدر گفتی رایتی تو دراریم که باختم. بچه ها بس بیتکوین بخرید ارزون شده ها. بزن بچه ها من زدم سال 20. 1-2-3 آبی قرمز. آبی گیر گفتی فنفزا شرکتشونه دیگه. اینا همه میدونن. حالا ایده برای گیم جم چی دادین شما؟ 11 نفر. چندام شدیم بابا؟ بیا جای 18 همه تو گرفتم. کی بود 18 همه شده؟ سوم من بودم. سوم من بودم. خودم چندام شدم.
اول یکی دیگه از کل علی رو نمیش من چند تا نمیدیمیسی چند تا درست بده کارت $3 دبرنا شما برنداشیم خیلی عالی آره به نفع اول لوبیا به جاش بگیریم فکرم و به بقیه کد هدیه بازی دبرنا و پاور تانک و بابا پس حالا به نفر اول چقدر دادید؟ $3 نفر اول یه گیفت کارت $10 جایزه گرفته خب مرسی فیدبک هم بزنیم گت فیدبک هم بزنیم آبیا فیدبک هم بزنیم آخه آخرش نگفت چندومی شدیم آخر برای خاطر همین من هیچ یاد نگرفتم ولی ریکامندش میکنم How do you rate this game؟ واقعا بازی بدی بود حالا خوش هم گذشته باشه بهتون اوکی آره نه چرا خوب بود یه ستاره رو گرفت دیگه نه واقعا بچه ها باید بیشتر نمک میریختن من راضی نبودم دوام شدم تازه نشون داد یه بار دیگه بزنیم اگه این دفعه هم برد بهش گیف کارتو بدیم دو بار دیگه برگزار میکنیم آره دو تا شانس امروز نه امروز نه فردا پس آره این دو بار دیگه دوازده یادتون نره دوازده ظهر همینجا تو همین کانال گپ صوتی مسابقه دوم ما به شرطی میایم که از استودیوهای کوچیک حمایت کنیم احسنت چشم سوالاتون رو بفرستین برای من تو دیسکورد که توی روزهای بعد استفاده کنم ازشون باش شما یه بار آیدی دیسکوردتون رو میگید من دسترسی ندارم نگاه کنم برای خانم شفایی شادی شفایی تو پیدا کرد شادی شفایی آره من استریم هم قطع کنم دیگه تو توییچ صحبت کردید پیدا کرد آره استریم هم فکر کنم قطع کنیم دیگه تموم شد آره مسابقه مون هم ثبت شد اگه خواستین میتونین فردا و پس فردا بیاین دوباره مسابقه اش دیگه چی بیاین تو دیسکورد دیگه اگه بازم میخواین از رویدادهای دیگه با خبر بشین آره بچه ها ببینید تو قسمت اطلاع رسانی میذاریم همطور چیزایی که لازمه بدونین و حتما چک کنین و فردا هم ساعت 12 میبینیمتون برای مسابقه جدید اگر هم که دوست دارین یه سوالی طرح کنین برای مسابقه کاملا اوکیه و برای من سوالاتونو بفرستین ما استقبال میکنیم برای همین این مسابقه